اما اینم یک اصل دیگه، مسئولین جمهوری اسلامی حق ندارن فقیر بیان تو حکومت، ثروتمند و سرمایه‌دار برن بیرون. همین حضرت امیر فرمود هر کس میاد تو حکومت وقتی میره بیرون سرمایه‌دار شده حسابی، بدونید این دزد خائنه. پس یک سقف و نظارت اینجوری هم باید داشته باشه. یه بخشش هم خب دروغ و تهمت و ایناست. هم برای خود من یه وقتی کسی گفت آقا شما ویلاهاتون رو دیدیم خیلی قشنگ بود و اینا، خیلی پدر سوخته، اینجوری به خود من میگفت. بعد گفت که، گفتم عجب کجا بود و اینا، بعد گفت که نه با ما با معمارتون صحبت کردیم. یعنی اصلا اینقدر وحشیان تو چش. گفتم آقا اونا همش همون کلیدش بده، من هفته هر سال دو هفته بازم بچم برم اونجا، بقیه سال مال تو. جلو خودم قسم خورد که اینا. یه اخوی ما تو ساندویچ فروشی گفت داشتم ساندویچ می‌خوردم، داشت صحبت تو چی بود، بعد کسی اونجا نشسته بود گفت همین رو می‌بینی داره زر می‌زنه تو تلویزیون، همین 5 6 تا نه 5 تا خونه داره. بعد میگه شروع کرد آدرس خونه‌هات هم داشت میداد. یعنی اینقدر اینا بی‌شرفن. همین اواخر آل لیست فلان این نمیدونم چقدر پول بود. خب حالا خودم که دارم میبینم که دروغ هم میگن، تهمت هم میزنن، ما چرا اینا رو شفاف نکنیم؟ چرا دقیق نگیم آقا شما حقوقت اینقدره به این دلایل، این حقوق ای هم سه برابر توست به این دلایل؟ شیر تو شیر که نباید باشه که. خب توی همین دولت قبل کسان خودشون برای خودشون 60 70 میلیون 80 میلیون 100 میلیون 200 میلیون حقوق نوشتن، الان هم آزادن. یکی از مشکلات اینه تخلفات تو نظام بانکی و مالی میشه خیلی، که حالا بعدی که میگذره اول مدت ها که خیره بیزه اینا نمیگن، اسمشو نمیگن بوز، میگن بیزه. بعد که دیگه حالا مجبور شدن و بعد از این همه چیز رو اینا اعلام کردن، میرن اون کسی که او بیرون بوده مثلا با او برخورد میکنه، اون کسی که تو توی مدیریت ها بوده او بهش این پولا رو داده، چرا یقی او رو نمیگیرین؟ هم سیستم باید اصلاح بشه که نتونه اختلاس و رشوه و این پولای قلمبه و اینجوری بی حساب کتاب، هم سیستم قوانین ساختار باید درست شه، هم باید آدمای فاسد رو باید بگیرید ببرید تو نماز جمعه شلاقشون بزنید، باید اعدامش کنید، مفسد فی الارضه. هر دو کاره، هم حاکم فاسد هم سیستمی که توش فساد هست. ببین حکومت ما فاسد نیست، فساد سیستماتیک نیست، سیستم فاسد نیست، اما در سیستم فساد هست. خب آقا اینا رو باید بشینید عاقلانه ببینید دنیا عاقلانه چجوری عمل کرده، چهار تا عقل خودمون هم بزنیم روش. اسلام که روشن احکامش چیه؟ قوانین رو اصلاح کن، ساختارا رو اصلاح کن، نظارت رو شفاف کن. الان همین سر همین قضیه چای، سر قضیه او چی، یکی از مسئول، یکی از دوستان میگفت آقا درست گزارش هم به مردم نمیدن. میگفت او 3000 میلیاردی که او یارو کی بود او زمان چند سال پیشا، گفت مردم الان فکر میکنن که این 3000 میلیارد دزدیده برده. من خودم هم واقعا تو ذهنم این بود، گفت کل 3000 میلیارد برگردوندیم. خب گزارش هم درست به مردم بلد نیستم بدم. قضیه چی بود؟ فولاد مبارکه کاری بود، گفت اون رقمی که اعلام شد اصلا اون رقم دروغ بود و بخش مهمش مسائل جاری هم چی میگن علل حساب که بعدا همه باید چیز از این بخش اداره به او بخشه، همین هم درست به مردم نگفتن. حالا این قضیه چای، خب شما میگید این همه دادید، این آقا با یک از اینا، من گفتم آقا چرا اینجوری حرف میشن، حسن حرف نمیزنید درست با مردم، چرا این حرف رو میزنید؟ مادر بنده مادر شهیده که بچه شهید شد گریه نکرد تا آخر، سر این قضایی متأثر میشه میگه چرا چیکار دارن میکنن بعضیا. خب اون دولت قبل که اصلا این کاره بود، یعنی اصلا براش این چیزا مهم نبود، عدالت سرش نمیشد، اشرافی بودن. حالا من سوالم اینه، گفتم آقا این سمل این پولی که برای چای میگن چیه؟ گفت آقا نه این نصفش نمیدونم ابزار و آلات بوده وارد شده هست تو کشور، بقیه‌اش هم اینجوری فلان اینجوری، اصلا نه بلدن درست با مردم حرف بزنن، نه چرا نظارت چه جوریه که این همه پول رو میاد، اصلا چه جوریه این سیستم، کجاهاش چند تا سوراخ داره که معلوم نمیشه این پول رو کی تصمیم گرفت به کی داد کجا رفت. بعد دو سه سال میگن این در دولت قبل بوده این جدیده، ولی دو سال بعد الان، حالا میگن خودمون فهمیدیم گفتیم. خب آقا خودتون از اول باید میفهمیدید، اصلا مهم نیست کیه، بحث اینا باعث میشه آقا مردم عصبانی بشن، بیدین بشن، شک کنن و چیزایی که نیست فکر کنن هست. چرا؟ فقط برای که درست
اعمال مدیریت و نظارت 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 نمیشه، در حالی که امیرالمومنین دستورش اینه. حضرت فاطمه میگه ما نمیخوایم فقرا فقیر بمونن، نظارت کن، پاسخ بگید. شما باید بتونید رؤسای سه قوه رو، مسئولین سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، او یارو بخش دیگه چیه توی سه تا قوه، سه تا ناظر دارن، شما باید بتونی بیاریش اینجا بگو آقا قضیه دقیق شفاف بگو کی کوتاهی میکنه توی قضیه، کی کوتاهی کرد. خب یقش رو بگیریم با اردنگی بیرونش کنن از حکومت، این حکومت اون وقت اسلامیه. اگر مشکل ساختار و قانون دارید خب قانوناتونو درست کنید، نشستین اونجا همش این انتخابات پشت انتخابات، اینا برن اونا بیان، اونا برن اینا بیان. بابا ساختارها رو اصلاح کنید، نگذارید راحت پولا قلمبه اختلاس بشه، نذارید راحت رشوه بشه. خب اینا کمی عقل میخواد و التزام میخواد و الا خانه هایی نداشتیم که این اتفاقی عدد رقم ها و از رفت عجیب غریبه. اصلا دقیقا پنچرگیریه، نظام یک جایش پنچره. خب پنچرش رو بگیر. بابا ما رهبری رو که آقای خامنه‌ای، آیت الله خامنه‌ای رو که همه میدونن، دوست و دشمن میدونن، ایشون زندگیش از متوسط مردم پایین تره و واقعا اکثر خیلی ها نمیتونن مثل ایشون زندگی کنن. امام هم که تکلیفش روشن بود، کل زندگیش یک چمدون رو پر نمیکرد. خب در تمام دنیا کدوم نظام در رأسش یه همچه آدم هایی هم؟ هیچ حکومتی. رؤسای سه قوه هم الان ما میدونیم آدم های خوبی هن. آدم های اهل این کارا نیستن. خب اگر هم کسی شکی سوالی داره بتونه شفاف مطرح کنه. ما یک چیز به نام خانه گفتگوی، خانه ملی گفتگوی آزاد تو شورای انقلاب فرنگی در 15 سال پیش ترش ما بنده خودم هم مطرح کردم، تصویب شد، عمل نشد. حالا تو این دوره الحمدلله دوره الان شورای انقلاب فرنگی دوره خوبی داره و ازش خیلی بهتر داره میشه انشالله، قرار شده این مطرح بشه. ما اونجا بحث اینه، اگر این رو تصویب کنن و اجرا بشه، هزینه داره البته، اگر بشه نه مردم بی خودی به نظام بدبین میشن، بی اعتماد میشن که آقا حرم شیراز رو خود داعش گفته ما زدیم، بیا دیم میگن نه خودشون زدن. این خیلی، این یعنی یک بخشی بالاخره، یک بخشی هرچی که هستن باور نمیکنه، اعتماد فکر میکنه داری دروغ میگی. او خودش میگه، میگن نه تو نزدی. او خودش میگه من زدم، میگن نه تو نزدی. چرا؟ اونش مهم نیست، مهم اینه که نباید هم نظام تبرئه میشه از تهمت های بی خودی. واقعا خیلی بعضی خیلی از مسئولین ما تو رده های مختلف آدم های سالمی هن. آدم های سالمی هن. و بی خودی متهم میشن که آقا چرا؟ چون اون جایی که 4 تا جایی که فساد شد درست با مردم، نه درست نشون دادید به مردم که چی بود و چه کردید، نه درست مثل آدم حرف زدید با مردم. ها درست حرف بزن، قضیه این بوده، اشکال اینجا اشکال ساختاره، اینجا اشکال قانونه، اینجا هم اشکال مجریه. اگه اشکال مجریه خب یقش رو بگیر بکش پایین، بکشش پایین. حضرت امیر مسئولش دزدی میکنه، نمیگه یواشکی مجازاتش کنی، میگه ببر تو نماز جمعه اهواز جلوی همه مردم بزنش و بگو هر کس سند و مدرکی داره که ازش رشوه گرفته، اختلاسی چیزی کرده بگه. خب بعد کسی میگه آقا خب زن و بچه‌اش خانواده‌اش چی میشن؟ خب بله خانواده‌اش مظلومن، اما ظالمش اینه، نه حکم خدا. خانواده اونایی که بدبخت شدن چی؟ بعدم 3 بار که اینجوری بشه، 4 بار که اینجوری بشه، دفعه بعد اون کسی که میخواد کارو بکنه ملاحظه آبروی خودش و خانواده‌اش اینا رو میکنه. بابا عدالت رو از هر کسی که هست درست اجرا کنید، شفاف توضیح بدید. خیلی جاهای هم آدما اول فاسد نیستن و بعدن فاسد. ببین الان من و شما هیچ کدوم اختلاسچی نیستیم. خب برای چی؟ برای که هنوز فرصت اختلاس پیش نیامده. کی معلوم میشه من و شما اختلاس اهل اختلاس نیستیم؟ وقتی فرصتش پیش بیاد و نکنیم. خیلی ها که الان تا الان اهل فساد و خیانت نیستن، معنیش این است که فاسد و خائن نیست، فرصتش پیش نیامده. فرصتش پیش بیاد وقت ما دو دسته میشیم. لذا هم در انتخابات، الان انتخابات مجلس در پیشه، آقا آدمای فاسد بی شخصیت دروغگو رو نفرستین تو مجلس، پدرتون رو در میارن. آدمایی که میفرستین مجلس باید بهن جواب بدن چه قانونی گذروندی، چرا شما وظیفه نظارتی داشتی طبق قانون اساسی، کردی یا نکردی، چقدر، چرا. این میشه اسلام، این میشه تشیع علی و فاطمه. و الا هی عزاداری، پرچم سیاه، 6 تا دهه فاطمیه،
آیا بیبیرونه زدن چیکار کردن چیش آقا اینا که خب برای چی زدن چی بود حرفاشونو گوش کنید. من عرضم اینه که اگه خانه ملی گفتگوی آزاد انشالله راه بیفته، مسئولین حکومت تو مسائل ملی و اجتماعی همه باید بیان شفاف توضیح بدن که قضیه آقا اینجوری که میگن نبوده، اینه نه اون، اینقدرش هم ما مشکل داریم به این دلیل نتونستیم، این مقدارش هم اینجوری که دارن میگن نیست دروغه، این مقدارش هم ما قبول میکنیم مشکل داریم، به خدا تمام مشکلات حل میشه. این هم مردم به نظام اعتماد دارن، هم نظام بی خودی الان یه عالمه تهمت بی خودی به نظام میزنن.